بیاد از درون شما را از تو از درون شما را آماده کنه برای آنچه که خودش میخواد از شما سر برده برای اون غذای روحانی امروز. همین الان بهترین فرصتی که با روح القدس خلوت کنیم. درست در جمع هستیم ولی این قدرت خداست که ما میتونیم در جمع با اون شخصا و خلوت کنیم و رابطه داشته باشیم. من سینا قانون داد 3000 مرد بود.
نمیگم چرا. Because that's all the law can do. But on the day of Pentecost, after the cross, بعد از صلیب عیسی مسیح، the Holy Spirit came. Due to the grace produced by the cross, 3,000 men were saved. Praise God. The ladies to come back and sing this. Pick it up, read if you will, with your verse. Merci, ma'am. And that. Nem csak arról szólsz, nem bírsz. Valami csizi, hogy alá szenidim. Shariat, bajszod 3000 nafar bemira. Agar dar shariat zendegi mikonin, agar ba shariat umadid inja. سرنوشت خوبی در آینده نخواهیم داشت. ولی خدا رو شکر برای عیسی مسیح، میگه وقتی عیسی مسیح آمد بر صلیب رفت، مرد، در قبر گذاشته شد، بعد از 3 روز از مردگان با قوت روح القدس قیام کرد و امروز هم زنده است و در روز پنتیکاست 40 روز بعد از اون روح قدوس خدا ریخت، یاران مسیح شروع کردن به نبوت، شروع کردن به پیام رساندن، شروع کردن به زبانها صحبت کردن، 3000 نفر نجات یافتن. در ازای 3000 نفری که شریعت کشت، خداوند 3000 نفر رو نجات داد. و خداوند میخواد ما از شریعت آزاد بشیم. ما مسیح رو داریم که نجات دهنده ما است. سلام میگم بهتون، امیر هستم، خوشحالم که امروز این لطف و رحمت خدا با من بوده که از طریق من با شما صحبت بکنه. خیلی خوشحالم برای این موضوع و عذرخواهی میکنم که کت شلوار نپوشیدم. میخواستم اونجوری بیام که بدونید که میشه خوشتیپ نباشی و خدا وسیله دست خدا باشی و خدا اینجوری استفاده کنه. عرضم به حضور شما که میخوام خواهش کنم دعا کنید برای بعد رسول و عزیزانی که در این کنفرانس هستن. دعا کنید که این فرصتی نه برای اونها، بلکه فرصتی برای کلیسای پرستندگان مسیح که بیشتر بیاموزه، بیشتر یاد بگیره، بیشتر در خداوند رشد کنه. دعا کنید که روح القدس اونها رو در اون مکان بیشتر تعلیم بده، کلام بده، تا با پوری روح خدا و کلام خدا برگردن و ما رو هم تعلیم بدن از اون برکاتی که اونجا دریافت میکنن. امروز مطلبی رو که آماده کردم میخوام با شما در میون بذارم راجع به چگونه میتونیم تو زندگی هدف و رویایی داشته باشیم که پر از قدرت باشه. هدف و رویایی که پر از زندگی ما رو پر از قدرت کنه و قدرتش تمام زندگی ما رو در بر بگیره. و من برای اینکه این موعظه رو تهیه کنم از 3 کتاب کمک گرفتم. خواستم تشویقتون کنم که این کتاب ها رو تو امسال وقت بذارید بخونید، یا خوندید، اگر هم خوندید دوباره بخونید. یکی کتاب تثلیث هست به نوشته دکتر مهداد فاتحی هستش، بسیار بسیار کتاب روشن و قوی برای شناخت تثلیث. یکی دیگه کتاب شناخت خدا هست که جی آی پیکر نوشتهش، شناخت خداوند بسیار کتاب خوبیه در رابطه با شناخت خداوند. و کتاب سوم زندگی هدفمنده که ریک وارن نوشتهش. و خواهش میکنم که وقت بذارید امسال همین 3 تا کتاب رو امسال بخونید به اضافه کتاب مقدس، ببینید چقدر رشد روحانی خواهیم کرد. بذارید به خاطر اینکه زیاد وقت رو از دست ندیم من سریع وارد جزئیات بشم. کتاب مقدس اشاره میکنه که خدایان بسیاری وجود دارن. در کتاب مقدس صریحا این رو میگه، خدایان وجود دارن. حتی میگه عیسی مسیح بالاتر از خدایان میباشه. توی آیات مختلف از تثنیه 6:14-12:31. ولی کتاب مقدس دوباره میگه، صریحا میگه تنها یک خدای واقعی و حقیقی وجود داره و اون هم یهوه است. اعلام میکنه کتاب مقدس این رو. و کتاب مقدس میگه که خدا انسان رو، خدای حقیقی یهوه انسان رو شبیه خود ساخت.
تو پیدایش فصل 1 آیه 26. یک واقعیت انکارناپذیر هست که میگن انسان‌ها شبیه خدایی میشن که به اون باور دارن، به اون ایمان دارن. هر شخصی به هر خدایی که باور داره شبیه خود خداش هم میشه. چرا؟ چون که برای انسان خدا واقعاً عالی‌ترین و بالاترین الگو هست و انسان شبیه اون خدایی میشه که بهش باور داره. در که این مطلب که انسان‌ها شبیه خدا میشن به ما این توانایی رو میده که ما بتونیم از طریق خداشناسی یک نفر یا یک شخص اون رو بهتر بشناسیم. شما خیلی سخت میتونید یک شخص رو بشناسید، ولی اگه بدونید به چه خدایی ایمان داره سریعتر میتونید اون شخص رو بشناسیدش. و با شناخت خداشناسی هر شخصی ما میتونیم موضع‌گیری های اون شخص رو در قبال مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی، فیزیکی، روحانی به دست بیاریم. معمولاً و یا اصولاً یک خدای خودخواه یارانش هم خودخواه میشن، یک خدای زورگو یارانش هم زورگو میشن، یه خدای خشن یارانش هم خشن میشن، یه خدای مهربان یارانش هم مهربان میشن. خب شاید بگید که نه، این فرمول درست نیست، برای اینکه خیلی ها هستن که دنبال روی خدایان خشنی هستن ولی اونها مهربان هم. ولی واقعیت اینه که نه، این اصول درسته و عملی هست. چرا؟ اگر شخصی واقعاً به خدایی که ایمان داره از اون اطاعت کنه و دنبال روی اون بشه حتماً شبیه اون میشه. ولی اشخاصی در دنیا هستن که به خدایی ایمان دارن که خشن، زورگوه، خودخواه، هر چیزی که هست، ولی از انسانهای دیگه، از الگوهای دیگه تو دنیا استفاده میکنن. و وقتی که ازشون میپرسی که چرا خدای شما این کارا رو میکنه، جوابش اینه که نه، این اصول دین ما نیست. چرا؟ اصول دینتونه، در دینتون این رو، در کلامتون، در کتابتون این رو نوشته هست. شمایید که دنبال روی خداتون نیستید و برای این که تو یک خط نیستن، وقتی از این سوال میکنید در رابطه با ایمانشون، در رابطه با خداشون، جوابهایی به ما میدن که نه جواب درسته، نه سرتایی داره اصلا ازشن، نمیشه از این سر در آورد. میتونید بپرسید. در این دنیای امروزی ما خودم تجربه های بسیار داریم در این رابطه. از هر گوشه ای یک اسم خدا به شکلی در میاد بیرون، در صورتی که اون خدایی که اونها میپرستن چیز دیگه ای گفته. خدایی که یاران خشن داره باعث قتل عام در دنیا میشه، امروز شاهدش هستیم، میبینیم. و این خدا روحیه که روح مرگه، و این روح مرگ همونیه که در قرون وسطا انسانهایی رو تحت کنترل داشت که به نام مسیح آدمها رو میکشتن، میگفتن ما یاران مسیح هستیم، در صورتی که مسیح در تمام کلامش هیچ وقت نگفته که دماغ کسی رو حتی بذارید خون بیاد. عیسی مسیح میگه که در یوحنا فصل 10 آیه 10 میگه دزد میآید که بدزدد، بکشد، نابود سازد، اما من آمدم تا آدمیان حیات یابند و آن را به صورت کامل داشته باشند. مسیح برای حیات یابند. اون افرادی که وقتی که باشون صحبت میکنیم میگن اه مسیحیت در قرون وسطا این همه جنایت که، بله راست میگن، ولی اونها یدکش نام مسیح بودن، خراب کننده نام مسیح بودن. اون افراد مسیحی نبودن، همون افرادی بودن که بهتون گفتم به اسم یک خدا خودشون رو معرفی کنن با اعمال خدای دیگر، خدای مرگ، خدای خشم. ما برای شناختن یک مکتب فکری، شخص، باورش، باورمندیاش، همه ابعاد مختلف زندگیش مهمه که به خداشناسی اون شخص پی ببریم. امروزه در دنیا میبینید که جنگ ها هست، لزومی نداره که اون افراد رو بشناسید،
ببینید که چه خدایی پشت سر اون کار هست و از اون خدا حذر کنید، فرار کنید. اما یه واقعیت دیگه ای هم هست در کتاب مقدس، اینه که شناخت خدای حقیقی و واقعی که خودش رو در این کتاب مقدس آشکار میکنه غیر قابل امکان هست. هیچ کس، هیچ شخصی، هیچ عالمی بر روی زمین و آسمان ها نمیتونه خدای حقیقی و واقعی رو بشناسه الا اگر خودش بخواد خودش رو به ما بشناسونه. اگر خدا نخواد خودش رو به ما بشناسونه، هیچ کس نمیتونه بشناسدش. خدا باید خودش رو مکشوف کنه، آشکار کنه، بشناسونه تا انسان‌ها بتونن اون رو بفهمن، اون رو درک کنن. و خدای کتاب مقدس، خدا رو شکر که از پنج طریق در کتاب مقدس خودش رو به ما میشناسونه. اول خدا خودش رو از طریق خلقتش به ما معرفی میکنه. خدای کتاب مقدس خدای خالقه، خدایی که در سفر کتاب پیدایش میگه آفرید، آفرید، بشود، بشود. خدای خالق، خداوند در خلقتش خودش رو میشناسونه. برید مزمور 19 رو بخونید، یه زمین و آسمان از کارهای خداوند صحبت میکنه. دوم، خدا خودش رو از طریق کتاب مقدس آشکار میکنه. اگه میخواید خدای حقیقی و واقعی رو بشناسید، یک بار هم که شده کتاب مقدس رو بخونید که خدای حقیقی و ما واقعی خودش رو در این کتاب آشکار کرده. سوم، خدا خودش رو از طریق خداوند عیسی مسیح آشکار میکنه. تو کلوسیان فصل 1 آیه 15 میگه چی؟ میگه مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. آمین. چهارم، خدا خودش رو در قلب ما آشکار میکنه. نه اینکه ایمان میارید روح القدس میاد تو قلبمون خدا آشکار میکنه، قبل از این که اصلا عیسی مسیح به جسم بشه و زمین بیاد، خدا در قلب انسان ها در طریق وجدانشون خودش رو آشکار کرده و هویدا کرده. برید رومیان فصل 2 رو بخونیم، میگه اون مردمی که در جنگل هایی که تا حالا در هیچ که بهش دسترسی نداشته خوب و بد رو تشخیص میدن. چجوریه؟ خدا در دلشون خوب و بد رو گذاشته. خدا در دل ما، در قلب ما انسان ها خودش رو آشکار میکنه، خدای حقیقی. پنجم، خدا خودش رو از طریق زندگی مسیحیای واقعی خودش رو نشون میده. غلاطیان فصل 5 آیه 22 میگه میوه های روح القدس چیه؟ محبت، خوشی، شادی، آرامش، روتنی، هل، خشتنداری، این هاست. اینا کی به وجود میاد؟ وقتی که روح القدس میاد درون یک مسیحی زندگی میکنه و ما خودمون رو کاملا تسلیمش میکنیم و متابعت میکنیم از یهوه. اون موقع خدا خودش رو از طریق ما مسیحیان به دنیا آشکار میکنه. خدای کتاب مقدس که اسم خودش رو در کتاب خروج فصل 3 آیه 14 و 15 یهوه، یعنی هستم آن که هستم، همه به من وابستن و من به هیچ چیز و هیچ کس وابسته نیستم معرفی میکنه. یهوه هستم. خدا خودش رو به این شکل معرفی میکنه به موسی و این خدا از شناسوندن خودش شرمسار نیست، گذارت نمیکشه و میخواد که خودش رو مکاشفه کنه، آشکار کنه و بشناسونه به همه. چرا؟ چون که برای شناسوندن خودش هدفی داره. لطفا توجه کنید به کلمه هدف، چون که موضوع صحبت ما هدف و رویایی پر از قدرت. خوب لطفا به کلمه هدف توجه داشته باشید تو ذهنتون. حقیقت اینه که اگر خدا مثل خدایان دیگه خودش رو نمیشناسون، خدای ظالمی بود. چرا؟ چون که انسانهایی رو که خلق کرده بود با ده ها یا صد ها سوال بدون جواب توی این دنیا رها کرده بود
مثل این میمونه این مسئله که یک شخصی که تا حالا هیچ وقت یک شهری رو ندیده، هیچ شلوغی رو ندیده، شما بردارید بیارید بذارید تو شلوغی تهران، بدون پول، بدون زبان، بدون هیچ راهنمایی رهاش کنید. این شخص شما فکر میکنید چی آیدش میشه؟ گیجی، سردرگمی، ترس، نگرانی، استرس، همه اینها میاد رو. چرا؟ چون که نمیدونه کجاست. انسانی که خالق خودش رو بهش معرفی نکنه مثل همون شخصه، در یک دنیای گیج و نامفهوم و بدون هدف داره به جلو میره. ولی خدا رو شکر برای یهوه که قبل از اینکه انسان رو خلق کنه خودش رو معرفی میکنه. اول همه چی رو میگه راجع به خودش، بعد میگه انسان را شبیه خود بسازیم. خب جی آی پکر توی کتاب شناخت خدا میگه که دنیا برای کسانی که خدا را نمیشناسن محلی غریب، آشفته و پر از رنج و بدبختی است. زندگی در چنین دنیایی برای آنها ناخوشایند و مایوس کننده است. خدای کتاب مقدس که نامش رو که گفتم یهوه است، خودش رو در اولین صفحات کتاب مقدس به عنوان چه شخصی معرفی میکنه؟ به عنوان خالق تمام زمین و آسمان ها معرفی میکنه. این جایی برای هیچ خدای دیگه نمیذاره که بگه من یه سوزن درست کردم. جایی برای هیچ کس نمیذاره. معرفی میکنه، اعلام میکنه، مهر میزنه سند مالکیت بر روی سند مالکیت خودش بر روی تمام آنچه که بر روی زمین و آسمان ها وجود داره. مهر خودش رو در اونجا میزنه. مخصوصا توی پیدایش فصل 1:26-30 اگر وقت داشتید بعدا میتونید مطالعه کنید، میبینید که خدا در رابطه با خلقت زمین نشون میده که یک هدف مشخص داره برای که زمین رو آفریده. خداوند برای اینکه زمین رو بیافرینه توی آیات 26 و 3 هدف خودش رو مشخص میکنه. خدا آشکار میکنه که هدفمون از آفرینش زمین درست کردن مکانی مناسب و قابل زندگی برای انسان که همون زن و مرد است میباشه. تمام این خلقت زمین، تمام این عظمت زمین که به اندازه یک سر سوزن هم در خلقت نیست، تمام این عظمتی که برای ما زیاد هست برای زن و مرد خلق شده، نه برای حیوانات، نه برای گیاهان، نه برای دریا، نه برای هیچ موجودی، بلکه برای انسان آفریده شده. خدا این را آفریده برای این هدف. هدفش این بود که برای انسان مکانی مناسب بیافرینم. و تو آیه 26 پیدایش 26 تأکید میکنه، میگه انسان رو شبیه خود بسازیم. انسان رو شبیه خود بسازیم یعنی چی؟ یعنی که انسانی بسازیم زیبا، قشنگ، همونطور که توی خدایان یونانیان باستان و رومیان میدیدیم خدایان مختلف رو با هیکل‌های قشنگ و زیبا خلق میکردن، توی اون تمثیل‌هاشون، توی اون بت‌هایی که درست میکردن، مثل اورانوس یا گایا، مثل اونها؟ نه، خدا میگه انسان رو شبیه خود بسازیم، نه اینکه بادی انسان رو شبیه خود بسازیم. خدا این کار رو نمی‌کنه، چون در یوحنا فصل 4:24 خدا چی میگه؟ کلام خدا چی میگه؟ میگه خدا روح است، روح که جسم نداره. پس ما چجوری شبیه خدا شدیم؟ اگه خدا روح است، پس ما از روحانی شبیه خدا شدیم وقتی که خلق شدیم. ما از روحانی شبیه خدا هستیم، نه از جسم. چرا؟ خدا ما رو شبیه خودش روحانی میآفرینه چون که ما باید او رو در روح و راستی پرستش کنیم. ما باید خدا رو بپرستیم در روح و راستی.
و برای این که بتونیم خدا رو در روح و راستی بپرستیم احتیاج داریم که روحانی باشیم، احتیاج داریم از جنس خودش باشیم. چرا خدا میخواست ما رو شبیه خودش بسازه؟ هم صحبت داشته باشه، اون رو درک کنیم. جانم؟ جذب آدم هایی بشیم که شبیه خودمونه. دیگه چی فکر میکنیم؟ خدا میخواست ما رو شبیه خودش بسازه، یعنی روحانی بسازه، برای اینکه خدا در اول یوحنا فصل 4 آیه 16 میگه خدا محبت است، میگه خدا عشق است، خدا هنر عشق ورزی داره، میخواد با انسان، با مخلوق خودش عشق ورزی کنه، عشق بده. نه اینکه خدا نیازمند این بودش که این عشق ورزی رو داشته باشه، کسی نبودش، نه، خدا از ازل این عشق ورزی رو داشت و تا ابد خواهد داشت. با کی؟ با پسرش خداوند عیسی مسیح و روح قدوس خودش. این رابطه عشق ورزی، محبت کردن ما بین اونها بود و میخواست این رو با محبوبش، با انسان، آدم، زن و مرد این رو تقسیم کنه. اونها رو هم توی این یه داستان خیلی جالب هست، میگن داستان عیسی مسیح مثل داستان رقصایی میمونه که آتشیه و همه دور این رقص دست به دست هم دادن میرقصن و آن کسی که کنار ایستاده رو دستشو میگیرن و میاره مسیح که بیا تو جمع ما، در این رقص ما، در این عشق ورزی ما با ما شریک باش. مسیحیت یعنی این، دعوت میکنن اشخاص رو به رقصیدن، به عشق ورزیدن با خدا، دعوت نمیکنن به قوانین و نمیدونم شریعت و اینو بخور اونو نخور، به اینا دعوت نمیکنن، دعوت میکنه به عشق ورزی. عشق خدا میدونین چی بود؟ شیشه عمر بشر افتاد و در حال خوردن به زمین بود برای شکستن، و عدالت خدا اون چکش قاضی بود که میزنه روی میزش، عدالت خدا بود که میومد وقتی این شیشه رو با زمین یکی بکنه و انسان رو تموم بکنه. عشق خدا این بودش که مسیح یک دست خودش رو زیر این شیشه گذاشت و دست دیگرش رو روش، و عدالت و زمین در دستان مسیح، به دستان مسیح خورد، ولی شیشه عمر بشر حفظ شد. مسیح این کار رو کرد برای ما، مسیح جانش رو داد تا شیشه عمر بشر از بین نره، حیات باشه، وجود داشته باشه و ما به اون حیات وصل بشیم و ادامه بدیم بودن در کنار خدا رو. گفتم مسیح و روح القدس با خدا در حال این عشق ورزی بودن و خواستن که بشر رو هم در اون شریک بکنن. این صحبت من نیست، آیه دارم براتون الان میخونم. میگه انجیل یوحنا فصل 17 آیه 20 تا 21، و نه برای اینها، عیسی مسیح اینجا دیگه داره دعا میکنه، اول دعا کرده برای شاگردان، حالا میگه دعا میکنم برای شاگردانی که از طریق این شاگردان به من ایمان میارن. میگه نه برای اینها فقط سوال میکنم، یعنی برای شاگردان، بلکه برای آنها نیست که به وسیله کلام ایشان به من ایمان ماهند آورد دعا میکنم، تا همه یک گردند، چنان که تو ای پدر در من هستیم. این فرمول رو توی ذهنتون حلاجی کنید و حل کنید. ببینید میگه تا همه یک گردن، چنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو هستم، تا ایشان نیز در ما یک باشند، تا جهان ایمان آورد که تو مرا فرستادی و من جلالی را که به من دادی به ایشان دادم، تا یک باشند، چنان که ما یک هستیم، من در ایشان و تو در من، تا در یکی کامل گردیم، و تا جهان بداند که تو مرا فرستاده‌ای و ایشان را محبت نموده‌ای چنان که مرا محبت نموده‌ای، ایشان را عشق ورزیدی چنان که مرا عشق ورزیدی. همه چی یک هست، می‌دونید همه چی یک هست، ولی درون این یک، یک نیست.
به راحتی میتونید تثلیث رو اینجا روش بررسی کنید ببینید. تو آیه همین انجیل یوحنا وقت نیست زیاد نمیرم وارد آیات 25 و 26 هدف نهایی خدا رو از خلقت میبینیم، همونی که گفتم محبت کردن، عشق ورزیدن، عشق دادن. خب متوجه شدید داشتم شما رو به کجا میبردم؟ داشتم توضیح میدادم که خدایان مختلف هست با افکارهای مختلف، با عملکردهای مختلف که میتونه خشن باشه، خودخواه باشه، قاتل باشه، مرگ باشه، اینا هست. ولی کتاب مقدس خدایی رو معرفی میکنه که خالق یکتاست و این خدا در این کتاب مقدس خدایی هدفمنده و یارانش هم باید مثل خودش بشن. چجوری؟ یارانی هدفمند برای زندگیشون باید هدف مشخصی رو داشته باشن. متجسدین؟ اگر ما مدعی مسیحی بودن هستیم و به ایمان به مسیح هستیم، باید دنبال روی مسیح باشیم. دنبال روی مسیح یعنی چی؟ دنبال روی یهوه باشیم، دنبال روی روح القدس باشیم و اینها هدف دارن. ما هم باید در یک هدفی حرکت کنیم. بی هدف در این دنیا نمیتونیم حرکت کنیم. هدف خدا نجات از طریق عیسی مسیح برای بشر بود و هر کی که به عیسی مسیح ایمان میاره، امیدوارم که همه اونهای اشخاصی که اینجا هستن امروز با تمامی فکر و دل و جانشون عیسی مسیح رو به عنوان خداوند خودشون قبول کرده باشن. به خاطر اینکه امروز که ما اینجا هستیم، امروز، من با فردا نمیدونم، امروز که اینجا هستیم روز فیض و رحمت خداست. در رحمت خدا به وسعت دستهای عیسی مسیح روی صلیب بازه. کافیه فقط بگی عیسی به قلب من بیا، خودم رو به تو میسپارم و زندگی من رو تو به دستان خودت بگیر و من رو هدایت کن در اون هدفی که از ازل برای من داشتی. امروز در فیض رحمت خداوند به وسعت دستای عیسی مسیح باشه. امیدوارم همه اونایی که اینجا هستن این رو پذیرفته باشن. اگر نپذیرفتی این فرصت رو از دست نده. حتی شاید به اندازه این که وقت بذاری آنالایز کنی مسیح کیه، مسیحیت چیه، فرصت نداشته باشی. مسیح رو بپذیر. این هواپیمایی که سقوط داره میکنه رو شما چتر نجات رو ببند، بعدن بررسیش میکنیم که چرا این هواپیما سقوط کرد. شما چتر نجات رو ببند، ایمان داشته باش و مسیح سوالهای شما رو جواب میده. گفتم خدا هدف داره و میخواد که یارانش هم هدف داشته باشن، هدفمند باشن. ریک وارنر نویسنده کتاب هدفمند میگه که زندگی بدون هدف خسته کننده است. زندگی بدون هدف بیهوده است. زندگی بدون هدف غیر قابل کنترل. زندگی بدون هدف زندگی پوچ و بی‌معنیه. زندگی رو میشه به دو طریق هدفمندش کرد. طریق اول اینه که خودمون مثلا تفریحات درست کنیم، ورزش بکنیم، تحصیل بکنیم، پیشرفت بکنیم، کار و کسب درست بکنیم، خوشگذرونی کنیم و و و و و غیره. ولی در نهایت در ته دل ما رضایتی نخواهد. این نوع هدف اگر دنبال کنیم. چرا؟ خدا رو شکر برای ما ایرانی ها که سالهاست این رو تجربه کردیم. خود شما ها عزیزان و یا شما شاهدید که چه انسان هایی تو ایران تحصیلات آنچنانی رو کردن، چه ثروت های آنچنانی درست کردن، چه زندگی های مرفعی داشتن، ولی ول کردن همه رو، رفتن به این کشور به اون کشور. یک بار یه میشنری به من توی اتریش میگفت آفریقا رفته بود برای خدمت، بعد یک شخصی بهش گفته بودش که یه خانواده، یک مرد و یک زن و دو تا بچه ایرانی اینجا هستن. بعد باهاش تماس گرفت، شاید اینجا گفت یه قاچاقبری قرار ما رو بفرسته بریم کانادا، فرستاده بود توی اینجا، موندیم همینجوری موندیم. خب ما شاهد این هستیم، انسان‌های بسیاری خودمون
تحصیلات آنچنانی، ثروت آنچنانی، کسب و کارهای آنچنانی. الان ول کردیم اومدیم کشورهایی که باید از صفر شروع کنیم، با سختی شروع کنیم. چرا؟ برای اینکه در اون ثروت و قدرت و دارایی و توانایی هایی که ما داشتیم رضایت دل وجود نداشت. رضایت دل وجود نداشت که خوش باشیم با اون چیزی که داریم. یه تصویر رو دیدم، حتما اونایی که فیسبوک بازن دیدم، نشون میده یه جوانی داره میره دنبال پول، بعد نشون میده یه خودش به دست آورده، سنش رفته بالا، بعد نشون میده پیر شده، لبه یه پرتگاهی اینجوری وایساده، حالا باید آخر عمره. آخرش رو که میدیدیم، میدیم همه اینا به اینجا ختم میشه، به اونجایی که باید میفتم توی دره. خب راه دومی که میشه زندگی رو هدفمند کرد اینه که رویاهایی که یا هدفهایی رو که ما داریم با هدفی که خدا برای ما داره یکیش کنیم. آمین. توی اون قرارش بگیم. حالا بهتون میگم چجوری. افسوسیان فصل 1 آیه 11 و 12 نشون میده که خدا برای هر شخصی که به عیسی مسیح ایمان میاره یک هدف مشخص و خاصی رو داره. اول اینه که او رو بشناسه و دوم این که او رو تمجید و ستایش کنه. این هدف خداست. و هدفهای ما میتونه در این هدف قرار بگیره. خدایی که همه چیز را بر طبق اراده و نقشه خود انجام میدهد ما را انتخاب کرد، کسانی که به عیسی مسیح ایمان آوردند، تا از آن او بشویم، زیرا ما را از ازل بر طبق اراده خیش برگزیده بود. پس ما که اولین افرادی بودیم که به مسیح ایمان آوردیم باید بزرگی خدا را بستاییم. توضیح میدم الان که منظورم چیه. منظورم اینه که یه فرمول ساده است که ما باید طراحی کنیم، طراحی کنیم که چگونه کارهایی که انجام میدیم همش بره در زیر اراده خدا. به طور مثال تحصیل داری میکنید، خداوند من میخوام پروفسور بشم، بهترین پروفسور بشم در اینجا، بهترین دکتر بشم، بهترین مهندس بشم برای جلال نام تو. شما پروفسور میشی، دکتر میشی، مهندس میشی، از اون مزایا هم استفاده میکنی، ولی خدا هم جلالش رو از اون میبینه، برای اینکه خدا بود که اون توانایی رو به تو داد که اون بشی. و چون که برای خداست، خدا ازلی و ابدیه، تمامی نداره و شما تعدیلتون هیچ موقع نارضایتی به وجود نمیاد، چون که دائم در حال زندگی هدفمند هستید. امثال فصل 6 آیه 3 میگه نقشه های خود را به دست خدا بسپار، آنگاه در کارهایت موفق خواهی شد. حالا اجازه بدید که چند دقیقه که مونده بریم توی قسمت کاربردی این صحبت ها، چجوری میتونیم به کار بندازیم این صحبت هایی که تا الان شد. توی کتاب حبقوق فصل 2 آیه 2 الی 3 میگه خدا به من پاسخ داد. یه سوالی کرده بود از خدا حبقوق آیه 1، آیه 2 میگه خدا به من پاسخ داد. آن چرا که در رویا به تو نشان می‌دهم به طور آشکار و خوانا بر لوحی بنویس تا هر کس بتواند با یک نگاه آن را بخواند. در ترجمه قدیم میگه تا دونده در حال دویدن آن را بخواند. آیه 3، این رویا اکنون اتفاق نمی‌افتد اما در وقت معین اتفاق خواهد افتاد و زمان آن به زودی خواهد رسید. آن چرا که به تو نشان می‌دهم حتما واقع خواهد شد، شاید تا وقوع آن مدت زیادی طول بکشد، ولی منتظر باش زیرا وقوع او حتمی و بدون تأخیر است. کلام خداوند رو میبینید چجوری داره با فکر ما بازی میکنه؟ میگه الان انجام نمیشه، شاید هم الان انجام نشه و تأخیر نمیکنه، ولی به زودی انجام میشه، برای که در حضور خداوند زمانی وجود نداره. خداوند وقتی که به شما وعده ای رو میده، قولی رو میده، وعده نمیده، خداوند انجام اون قول رو میده به شما، ولی در ما در زمان دریافتش میکنیم. آنچه که شما امروز دعا میکنید امروز
پشتش دعای شکرگزاری بکنید و دریافت بکنید، چون خداوند داده و زمان برای شما به وقوع خواهد پیوست، تأخیر نخواهد شد. وقتی که شما تصمیم میگیرید که زندگی معمولی خودتون رو به یه زندگی فوق‌العاده تبدیل کنید، شما باید حتما یک هدف و رویا داشته باشید. امکان نداره شما یک زندگی معمولی خودتون رو بتونید به یک زندگی فوق‌العاده تبدیل بکنید بدون اینکه هدف و رویایی درش باشه. وقتی شما تصمیم میگیرید که از یک زندگی معمولی به یک زندگی فعال، فوق‌العاده، پربرکت نقل مکان کنید، مطمئن باشید موانع، مشکلات بسیاری جلوی پای شما هست. و اون وقتی که تنها چیزی که میتونه کمک کنه در این موانع ها و سختی ها که شما تمرکز کنید و عبور کنید ازش، هدف و رویاست. شما وقتی هدف و رویا دارید، تمرکزتون روی هدف و رویاست و تمرکز شما روی موانع و مشکلات نیست و اون وقت میتونید عبور کنید از ما بین مشکلاتتون. هدف و رویا به شما نشون میده که کجا ایستادید شما الان، به شما نشون میده که به کجا میخواید برید. هدف و رویا به شما این توانایی رو میده که به خودتون بگید که به دنبال چه چیزی هستم و چه چیزی پر ارزش تره. هدف و رویا به شما آگاهی میده که این خواسته خدا و روش خدا رو برای شما تو زندگیتون به اجرا بذاره. خدا خواسته ارادش چیه؟ به فراوانی به شما بدهد. خدا برای شما خواست ارادش چیه؟ پیروز، زندگی پیروزمند مسیحی. خدا برای شما هدف و بخشش چیه؟ سلامتی، خوشی دل، خوشی روح. برای چی؟ برای که شما قرار نور و نمک جهان باشید. یه آدم مریض و افسرده و نگران و ترسان، اینا چه نوری ازش برای دیگران میخواد بتابه؟ خدا میخواد شما نورتون بتابه. بس خدا زندگی با پوری روح خدا و برکت خدا رو برای شما میخواد. بس این زندگی، این هدف خدا درش هست. شما باید این هدف و رویا رو دنبال بکنید. هدف و رویا به شما توانایی میده که به خودتون بگید من دنبال چیزهایی میرم که گفتم براتون ارزشمند هستش. سلیمان گفتم حکیمترین شخص که در زمان خودش و نمیدونم شاید تا الان توی امثال 29-18 میگه جایی که رویا نیست قوم گردن کش میشود. امثال فصل 17-24 میگه هدف مرد عاقل تحصیل حکمت است، اما شخص نادان در زندگی هیچ هدفی ندارد. چیزی که در رابطه با هدف و رویا مهمه که در این رابطه بدونیم اینه که هدف و رویا رو باید نوشت، نباید توی مغز مموری مغزتون حفظ کرد. هدف و رویایی که به عمل باید بیاد باید نوشتش روی کاغذ، مثل حبقوق باید نوشت، چنان خوانا نوشت که اگر صبح میدونی بری سر کار تو دویدنت بتونی بخونیش. حبقوق اینو به ما نگفت، میگه هر که میرود اون رو ببینه. هدفی که موفقیت میاره باید نوشتش. چرا؟ چون وقتی شما مینویسی میتونی کنترلش کنی. خود خدای پدر تمام هدفهای خودش رو در کتاب مقدس نوشته، تمام هدفهاش رو در کتاب مقدس نوشته. هدفهایی که به انجام رسیده در عیسی مسیح، بیش از 360 پیشگویی در عیسی مسیح به انجام رسیده و هدفهایی که در مکاشفه نوشته برای ما به انجام خواهد رسید. خب خود خدای پدر اگر الگوی ماست، هدفهاشو مینویسه، پس ما چقدر باید اشتیاق این رو داشته باشیم که بنویسیم چی کار میخوایم بکنیم، هدف چی داریم. ما هر ساله توانایی‌ها، سرمایه‌ها، هزینه‌های بسیاری رو به هدر می‌دیم به خاطر اینکه واقعاً نمی‌دونیم
چه چیزی تو زندگی ما ارزشمنده؟ نمیدونیم چه چیزی ارزشمنده و سرمایه گذاریمون رو چیزهایی هم میکنیم که آخر سر میگیم عجب کاری کردم، بی خودی سرمایه هم گوشم، وقت هم گوشتم، فکر هم گوشتم روی اگه میذاشتم یک سوم روی این و روی این اینقدر برای من ارزش داشت. خب بابا اول سال اینو بنویس و این همه انرژی رو روی اون نذار. هدف و رویا تنها و مهمترین موضوع در زندگی هر شخص ایمانداریه. هدف و رویا یک چشماندازی به نتیجه نهایی آنچه که شما در ذهن پروراندین داره. شما وقتی هدف و رویاتو می‌نویسی قبل از اینکه عملی بشه، مثل یه آرشیتکت قبل از اینکه بلوپرینتش در بیاد بیرون، نقشه رو میبینه. هدف و رویای نوشته شده شما رو این توانایی رو میده که ببینید چی میشه این کاری که دارید میکنید. پس وقتی که شما هدف و رویای خودتون رو مینویسید چی میشه؟ بیشتر میتونید روش تمرکز داشته باشید تا اینکه ننوشته باشید، نداشته باشید چیزی رو. رویا به شما کمک میکنه که شما وجود خودتون رو بر روی اون هدف بذارید. خب؟ ولی اگه شما بتونید هدف و رویای خودتون رو ببینید، وقتی مینویسید که میتونید ببینید، اون وقتی که میتونید اون رو قبل از اینکه دریافتش کنید داشته باشیدش. قبل از اینکه بهش برسید اون رو داشته باشید. شما احساسش میکنی، دریافتش میکنی، من دارم اون چیزی که دنبالش هستم. آمین. مثل اینی که بعد از جورج من میگه بیا یه میلیون دلار چک نوشتم برات بیا بگیر. ما هم ایشونو قبول داریم. دارم توی ماشین میرم، میدونم که میرم اونجا میگیرم، ولی الان که ندارم پیش خودم. هدف و رویای شما برای اینکه به انجام برسه به یک استراتژی لازم داره. اگه استراتژی نداشته باشید برای هدف و رویاتون به نتیجه نمیرسه. هدف و رویایی که روی کاغذ نوشته شده باید به شما برای یک استراتژی در زندگی، رابطه شما با خداوند عیسی مسیح، دعاهای شما، وضعیت مالی شما، تحصیلی شما، سلامتی شما، رابطه دوستی، ازدواج، کسب و کار و و و و غیره کمک میکنه. هدف و رویایی که نوشته شده استراتژی رو به شما میده که در این موارد به شما کمک میکنه. پس میبینیم که چقدر مهمه نوشتن هدف و رویا. چقدر این مهمه که بنویسیم. حبقوق به ما میگه بنویسید. خدا در حبقوق به ما میگه بنویس. اگر هدف و رویا نوشته شده نداشته باشیم، ببخشید، تو زندگی فقط خرابمانی میکنیم. در نهایت هیچیست. غم انگیزترین زمان در زندگی وقتیه که رویایی رو داشته باشی که هدف برای اون رویا نداشته باشی. فقط یک رویاست. اینا رو اگه از هم جدا کنی هیچ نتیجه نمیگیری. هدف و رویا رو، یه رویا داری ولی هدفی برای رسیدن بهش نداری. من یه دوستی دارم به من زنگ میزد میخوام این کار بکنم، این طرح دارم، طرحهای عالی، فکرهای عالی، اینجوری بکنم، اونجوری بکنم، خب خیلی باشه. بعد دو ماه دیگه زنگ زدم گفتم چی شد، انجام دادی، درست شد؟ میگفت چی؟ نه میدونی رفتم یه جا یه چیزی دیدم این کار بکنم، اون کار بکنم. میدونی همش رویا ولی بدون هدف. و هنوز که هنوز بعد از 25 سال به سختی یک جوان ایماندار آنچنان بارها در کتک خورده از ایرانی‌ها به خاطر بشارتی که داده، هنوز به سختی یک اتاقی که در ارزان‌ترین قیمت میشه گرفت به سختی تأمین میکنه، چون هیچ هدف و رویایی رو با هم نداره. فقط رویا رو داره، هدف نیست. رویا بدون هدف هیچ موقع به نتیجه نخواهد رسید. هدف بدون حرکت فقط یک رویای توخالی و پوچه. رویا بدون هدف نتیجه نمیگیره. هدف بدون رویا
نتیجه نخواهد داد، هیچ وقت به واقعیت نخواهد رسید. گفتم اگه یادتون باشه حبقوق گفت چیکار کنید؟ بنویسید. ما باید توانایی این رو داشته باشیم، ما باید توانایی این رو داشته باشیم که هدف و رویای خودمون رو بنویسیم. خیلی روش ها، کتاب ها و فرمول ها از دنیا میتونی بری بگیر. اوکی من امسال اونجوری میکنم، اونجوری میکنم، این آقا گفته این رو بکنه. نه، شما باید توانایی این رو داشته باشی که اون هدف و رویای خودت رو خودت بنویسی، نه اینکه مال دیگران رو کپی بکنی و الگو بگیری. باید هدف و رویای خودت رو بنویسی. هدف اول باید، یک، هدف شما، رویای شما باید شخصا و شخصی نوشته بشه. شما به جای اینکه از بیرون به درون خودتون تمرکز کنی، اوکی این چه کار که این برای من خوبه بیارمش تو خودم، این چه کار که این برای من خوبه بیارمش تو خودم، از بیرون به درون خودتون تمرکز کنید. شما باید از درون به بیرون خودتون تمرکز کنید. چی دارم من؟ چی کار میخوام بکنم؟ چه هدفی دارم؟ چه رویایی دارم میخوام بیارمش بیرون؟ هدف شما باید از درون به بیرون باشه، نه از بیرون به درون. دوم، برای به واقعیت درآوردن هدف و رویای خودمون باید اشتیاق و علاقه شدید داشته باشیم. مضمون چند میگه؟ باید اشتیاق شدید برای اون هدفتون داشته باشید. چرا باید اشتیاق شدید داشته باشید؟ چون که اشتیاق شدید به اون هدف دارید، شما توانایی این رو خواهید داشت که در ناامیدی ها، خستگی ها، تنبلی ها، هوس های جسمانی و غیره و غیره به بیراه نرید. چون اشتیاق دارم برسم به این هدفم، به مسیر اصلی، در مسیر اصلی حرکت میکنیم و اگرم بریم به مسیر اصلی برمیگردید. اشتیاق و علاقه به اون هدف و رویا اگه داشته باشید، به شما توانایی میده که شب کی بخوابید، زود بخوابید، صبح بلند شید از تو رخت خواب. من یه هدفی دارم برای این زندگی، برای این سالم، برای 5 سال آینده. بخوابم نمیرسم بهش، باید بلند شم، باید شب زود بخوابم که صبح بلند شم. حتی در این حد به شما کمک میکنه اگر اشتیاق دارید به اون هدفتون. اشتیاق و علاقه به اون هدفی که دارید به شما توانایی میده که محیط اطرافتون رو ذوق زده بکنید، شاداب بکنید. وقتی دیگران میگن اون چقدر فعاله، دنبالش یه کار دیدیم، مثلا به یه آدم میگه آقا این دنبال یه کار رو میگیره، ولکن نیست، میگیردش. با انج شخصی اگر شما در رابطه باشید، شما هم فعال میشید، اکتیو میشید. شما وقتی که اشتیاق شدید بر اون هدفتون دارید، محیط اطرافتون، فامیلتون، دوستاتون، همسرتون، اینا همه رو به ذوق میارید، به شوق میارید. سوم، هدف و رویا، رویای شما باید در حال حاضر و همین الان باشه، نه اینکه من میخواستم این کار رو بکنم گذشته، دارم فکر میکنم که این کار رو بکنم. نه، الان میخوام این هدف رو بریزم و وقتی الان نشستم نوشتم، تایمم شروع شد، حرکت میکنم باش. باید همین الان بشه. وقت نداریم، 10 تا مورد هست. بخواید میتونم سریع براتون بخونم، ولی نمیتونید بنویسید. 10 تا مورد هست که براش میتونید هدف و رویا داشته باشید. اول اینکه میتونید برای مابقی عمری که باقی مونده در زندگی هدف و رویا داشته باشید. دوم، میتونید هدف و رویا داشته باشید که چه کسی رو میخواید با شما باشه به عنوان همسرتون. عزیزانی که هنوز ازدواج نکردن، هدف و رویاتون برای ازدواج چیه؟ بلند باشه، کوتاه باشه، زشت باشه، خوب باشه، خوش اخلاق باشه، بد اخلاق باشه، چیه؟ هدف بذارید براش، بنویسید. چه هدف و رویایی برای فامیلم، برای همسرم دارم؟ سوم. چهارم، هدف و رویایی من برای تحصیلاتم چیه؟ میخوام چی بشم؟ شماهایی که تازه از ایران اومدین میدونین چقدر ما دکتر و مهندس داریم که شدن و رفتن اصلا دارن تو آژانس کار میکنن. هدفی ندارن برای اون چیزی که شدن.
شماها بهتر از ما. من الان 16 سال ایران نرفتم، حتما شما بهتر از من بودید. چه هدف و رویایی برای حرف و کار خودم دارم تو 10 سال آینده؟ حالا امروز این کار رو میکنم، خرچ زندگی رو درم بیارم، فردا یک کار دیگه میکنم. نه، هدف بذار براش. من میخوام اون کار رو بکنم. آره، این وسیله است، این کاری که دارم میکنم که اون کار رو بکنم. براش هدف بذار، یک کار مشخص. یه دوستی دارم، ببخشید، یه کشیشی هست توی اتریش، خیلی ها میشناسنش، اولین کشیش فروتن در تمام عمر زندگی دیدم و هست و میدونم و میگم هست. این شخص میگه رفتم یه روز تو اتریش دنبال کار، رفتم توی کارخونه تناب درست میکردن، مثلا 20 متر تنابا رو میبستن اونجا اون سر، بعد یه میله بود اینجوری میچرخونن که این تنابا سلا به هم وصل بشه. این آدم هم فعال، اصلا وای نمیسته یه دقیقه، یعنی باید وای میسته صحبت کنه همش تکون میخوره. من میگه خب من میمیرم اینجا که اینجا وایسم اینجوری بچرخونم، اینجوری بچرخونم، حالا چون که الان لازم به پول دارم وای جوسم. بعد میگه یه روز اول رفتم این نفر داشت اینجوری میچرخونه، سنش هم بالا بود. گفتم که خب چند وقت اینجایی؟ گفت 20 ساله. گفتم 20 ساله تو داری اینو میچرخونی بدون هدف؟ میدونین باید هدف داشته باشم برای کارم. چه هدف و رویایی برای داشتن دوست یا دوستان که مشخصا باشون معاشرت کنم؟ بچه داریم ما، با کیا میخوایم معاشرت کنیم؟ چی بچه های ما یاد میگیرن از اونها؟ ما چی یاد میگیریم از اونها؟ با کیا داریم معاشرت میکنیم؟ با کسانی که ما رو از اون ایمانمون میخوام بندازن، با اونا معاشرت میکنیم؟ نمیدونم، میتونیم بنویسیم آنچه که خودتون میخواید. چه هدف و رویایی برای تفریح، تجدید قوا دارم؟ کشیشا بدترین اشخاصی هستند که برای تفریح خودشون هدف مشخص داشته باشن، برای اینکه دائم خدمت میکنن، دائم خدمت میکنن، بعد یهو میفتن. میگه خداوند اینو نگفته. خداوند به ایلیا گفت بشین دم این جوب، پرنده ها برای غذا میارن، آب بخو، بشین، تو نمیخوام دیگه کار کنی، بشین، نشوندش 3 سال اونجا، نشوندش، استراحت داد بهش. برای تفریحم چی دارم؟ چه هدفی دارم؟ هدفم برای رشد و پیشرفت روحانیم چیه؟ چیکار میخوام بکنم مثلا رشد کنم در چیز؟ یه هدف من، یه نمونه، 3 تا کتاب و یه کتاب مقدس، 4 تا کتاب بخونم، رشد کنم. هدفم چی برای رشد روحانیم؟ هدفم برای وضعیت مالیم چیه؟ برای ساختن، وقتی حالا وضعیت مالی من یه خوبه، چجوری نگرش دارم؟ چه هدف دارم برای نگهداریش؟ حدامین هدفم برای سلامتی و سلامتی روح و جسمم چیه؟ امیدوارم که با این زمان کوتاه مطلب رو گرفته باشید و از این بعد زندگی